ساکنان میگویند در تاجیکستان روز به روز خدمتگزاری طبی رایگان فراموش میشود. هر بار به نزد دکتر میروند از آنها پول طلب میکنند. البته که پول کی به پول کجای همه درد به همه تو گریپ شدم پول میگیرم. البته پیش دکتر میری اول پول خط میری نزد دکتر چه به پول میری ما خود میدونیم که نزد دکتر به پول رفتن وای نیست خود میمونیم. اگنتی مبارزه با فساد تاجیکستان در یک پژوهش در اول سال جاری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی را فساد زده ترین نهاد نام برده است. مسئولان این وزارت جای داشتن رشوه در ساختارهایشان را رد نمی کنند. ما با آن خاطره که هرچی کمتر شدن پرداخت های غیر رسمی اهالی سیستم های وارد کرده استادیم که همین پرداخت های غیر رسمی رسمی گردانیم و با استفاده از همین مبلغ ها سطح خدمت‌رسانی طبی را بهتر کنیم. مسئولان وزارت تندرستی میگویند سال گذشته بودجه این ساحه بیش از 1,700,000,000 سومانی بود. کارشناسان میگویند همه ساله طبیبان و ساکنان رشوه های هنگفت میستانند. از سببش باید ما باید آشکار رو بگوییم که احتمال دارد معاش خیلی کمی کارمندان این ساحه تندرستی باشد. به اعتقاد کارشناسان یگانه راه حل این مشکل راه اندازی بیمه بیماران در کشور است. هرچند قانون در این باره سال 2008 تصویب شده است، آغاز اجرای آن به تأخیر افتاده است. هم‌اکنون قرار است سال 2022 مورد عمل قرار بگیرد. قانون قبول شد در باره سوگرتی طبی، در همون قانون ماده 22 به نویسندگی بود که عمل آن از سال 2010 آغاز کرده شود. با آن خاطره که یک دو سال لازم است برای آمادگی ها. و سال 2010 وزارت تندرستی حساب کتاب نمودیم ما که آن شخصانی که باید از سوی بودجه دولت سوگرته شوند و ما معین کردیم که چقدر مبلغ ها در کار است و وزارت مالیه مراجعه کردیم مراجعه خطی برای دسترس کردن این مبلغ ها برای سوگرته طبی شخصانی که فعالیت مهنتی ندارند. متاسفانه وزارت تندرستی چنین مبلغ ها را پیدا کرده نتوانست. حساب و کتاب هایی که می شود همراه تشکیلات های سغورتوی شوند که همه این نرخ هایی که الهام رسولوف رهبری بخش سغورتای طبی شرکت سغورتوی اختیاری بیمه به این نظر است که نرخ نامه های مقرر کرده حکومت تاجیکستان با فرمان رقم 600 در سال 2014 امکان نمی دهد که پزشکان تاجیک برای کار خود مبلغ شایسته را صاحب شوند. معلومات نامه برای درآمدن نزد دکتر 6 سومان هست ولی در اصل کار کسال بسیارتر پول میتید. در نظر من باید همین نرخی که 6 تومان دولتی است زیادتر شود و خود دکتری که این عملیات رو میگذارند پول بسیارتر گیرد. اون وقت دکتر خواهش گرفتن پول ایلوگی رو بوم میکنند. حالا در تاجیکستان 18,000 دکتر و 50,000 کارمند میانه طبی عمل میکرده است که به گفته مسئولان وزارت تندرستی 65% درصد بودجه این ساحه به معاش آنها روانه شده است.